از این قسمت به بعد ما میخوایم وارد یک قابلیت جدیدی از نرم افزار این نوت بشیم. این قابلیت قابلیت اشتراک گذاری کتاب خونه و رفرنس ها داخل اینترنت برای اشخاص مشخص شده هستش. این قابلیت میاد چیکار میکنه؟ میاد اون کتاب خونه اون رفرنس هایی که شما مشخص میکنید رو برای اشخاصی که شما اونها رو تعیین میکنید داخل اینترنت اشتراک گذاره میکنه و اونها جدایی از این که میتونن از این رفرنس ها مطالعه بشن و اون ویرایش هایی که شما روی رفرنس ها انجام دادید رو مشاهده بکنن و مطالعه بکنن حتی میتونن با انتخاب شما ویرایشی رو هم روی رفرنس ها انجام بدن و شما ویرایش آنها رو مشاهده بکنید و در کل بتونید تبادل, تبادل اطلاعاتی در زمینه کتابخونه ها و رفرنس ها با شخص دیگه داشته باشید برای اینکه ما بتونیم از اون قابلیت استفاده او کنیم در ابتدا ما باید یک حساب کاربری داخل نرم افزار ایجاد بکنیم که توی این قسمت نحوه ایجاد حساب کاربری رو خدمتتون عرض میکنم داخل نرم افزار انوت در نوار ابزار ما ابزاری رو داریم به اسم سینک لایبرری که میاد و اشتراک گذاری رو انجام میده من روش کلیک میکنم تا بتونم به این قابلیت دست پیدا بکنم همونطور که میبینید وقتی روش کلیک میکنم عبارت ورود به حساب کاربری ان نوت پنجره ورود به حساب کاربری ان نوت برای من ظاهر میشه و از من ایمیل آدرس ایمیل و پسورد رو میخواد خب طبیعتا اگه شخص باشه که حساب کاربری داخل نرم افزار نداشته باشه نمیتونه وارد بشه برای ایجاد یک حساب کاربری داخل نرم افزار برای نرم افزار ان نوت ما این گزینه رو اینجا می‌تونیم داشته باشیم ساین اپ که مربوط به ایجاد یک حساب کاربری جدید هست من روش کلیک میکنم تا بتونم یک حساب کاربری ایجاد بکنم بعد از اینکه روش کلیک میکنم مرورگر سیستم من باز میشه و من رو به صفحه مورد نظری که نرم افزار ان نوت مشخص کرده منتقل میکنه ثبت میکنم تا این صفحه برای من باز بشه خب همونطور که بینید این سایت برای استفاده از حالت اشتراک گذاری این نوت هستش که تو این صفحه که مشاهده میکنیم ما میتونیم از این قسمت وارد پروفایلمون بشیم و یا اینکه توسط پروفایل های لینکدین و فیسبوک بیایم و داخل حساب کاربری مربوط به انوت نوت بشیم خب اگه حساب کاربری نداریم دوباره میتونیم از اون قسمت که این عبارت رو شما مشاهده میکنید و ساین اپ رو اینجا دارید روی ساین کلیک بکنه تا بتونیم یک حساب کاربری ایجاد بکنه برای ایجاد این حساب کاربری ما به چهار مورد احتیاج داریم که ابتدای اون ایمیل آدرس هستش خب من ایمیل آدرس رو وارد میکنم عبارت بعدی پسوردمون هستش پسوردی که ما اینجا قرار میدیم توجه داشته باشید پسورد ایمیل نیستش حالا شما میتونید پسورد ایمیل رو قرار بدید اما این پسورد مربوط به حساب کاربری خود این نوت هست پس یه پسوردی رو که مد نظرتون هست شما میتونید اینجا قرار بدید فقط یه مسئله هستش من اومدم و خونه بعدی رو میخوام پر کنم اما شما مشاهده میکنید که فیلد پسورد برای من به صورت قرمز در اومده یعنی اینکه یه چیزی اینجا درست نیست شما دقیقا چه موردی هستش شما میتونید این قسمت شرایط قبول شدن یک پسورد رو مشاهده بکنید که میگه حداقل باید هشت کاراکتر باشه باید یک حرف داشته باشه یک عدد شامل بشه نباید شما از عبارت اسپیس استفاده بکنید و حداقل یکی از این عبارت های خاص داخل کارتون داشته باشید و این عبارت هم هستش که میگه پسوردتون طولانی هستش و خوب هست و علامت تیک خورده پس باید تمام اینها رعایت بکنید پس من باید علامتی رو اینجا قرار بدم خب میام و علامت رو قرار میدم مشاهده میکنید که پسورد به این صورت در اومده و وقتی حالت کلیک ها ازش وردارم به حالت طبیعی و مشکی در میاد پس اینجا معلوم میشه که من کارم رو درست انجام دادم خب برای یه فرس من میام ایجاد میکنم و فرست نیم رو قرار میدم برای لستنیم هم لست نیم دلخواه رو وارد میکنم و عبارت ساین اپ رو میزنم خب همطور که می بینید عبارت تشکر و اینکه شما تونستید این آدرس ایمیل رو به عنوان حساب کاربری تعیین بکنید برای شما آورده و میگه که یک فایلی یک ایمیلی برای این ایمیلی که شما تعیین کردید ارسال شده که نیاز هست شما به داخل ایمیلتون رفته و به وسیله اون دستوراتی که داخل ایمیل هست بیایید و حساب کاربریتون رو فعال بکنید خب من اوکی رو میزنم و همونطور که میبینید اینجا به صورت خودکار ایمیلی که من وارد کردم و اینجا قرار گرفته رو من عبارت ذخیره رو زدم برای من قرار گرفته و من میتونم وارد اون بشم اما قبل از اینکه من وارد ایمیل تاییدیه خودم نشده باشم نمیتونم به نرم افزار وارد بشم من اگر روی ساین اینم کلیک بکنم همونطور که میبینید این اولت اینکه اکانت شما اکتیو نشد و فعال نشد و خاطر اینکه ایمیل تاییدیه رو شما کارش رو انجام ندادید من مشاهده میکنم خب با این عبارت من میتونم ایمیل اکتیو کردن رو دوباره توسط خود نرم افزار دستوری بدم که برای من ارسال بشه و یا این عبارت رو بزنم و به صفحه اول منتقل بشم خب من میرم و ایمیل رو باز میکنم تا اون ایمیلی که برای من ارسال شده دستوراتش رو انجام بدم بعد از اینکه شما وارد ایمیلتون بشید یک ایمیلی به این صورت دریافت میکنید که اومده و گفته که روی این قسمتی که مشاهده میکنید من کلیک بکنم تا عمل فعال برای من انجام بشه از طرف تیم نود هستش خب من روش کلیک میکنم به صورت خودکار به صفحه موفقیت آمیز به اصطلاح منتقل میشم که میگه عمل فعال به صورت موفقیت آمیز انجام گرفت و شما میتونید از این به بعد وارد حساب کاربریتون بشید خب من اوکی را میزنم خب تو همون صفحه اول ورود حساب کاربری من منتقل میشم من عبارت ساینین رو میذارم تا بتونم وارد حساب کاربریم بشم توی این قسمت تو همونطور که میبینید وقتی من کلیک میکنم سیستم در حال گرفتن اطلاعات هست پس مطمئنا عمل فعال سازه به درستی انجام شده خب من به این تب نیاز ندارم من این طب رو خروج میکنم ایمیل رو هم دیگه نیازی ندارم و منتظر میشم تا صفحه جدید برای من باز بشه خب همطور که میبینید یه توافق نامه برای ما اومده از ابتدای کار که به ما میخواد اون رو قبول بکنیم من میتونم با کلید کردن اینجا قبول بکنم و یا یعنی اینکه اون رو رد بکنم توی این قسمت هم میتونم زبان های مختلفی رو هم انتخاب بکنم خب من توافق رو میزنم و ببینم در ادامه یا کار دیگه ای نیاز هست انجام بدم یا نه یعنی خیر این صفحه ای هستش که با توسط حساب کاربری ما میتونیم نرم اه... و رفرنس های مختلف رو از طریق نرم افزار بیایم و اشتراک به اشتراک بذاریم که در قسمت های بعد کامل غیر این خدمتون توضیح بدیم فقط یه مسئله ای من از این قسمت ها میتونم وارد بشم و نیاز هستش که وارد بشم تا بتونم این نرم رو به قسمت اینترنت و حالت اشتراک گذاری اضافه بکنم خب من میام تو این قسمت حساب کاربری که همون ایمیل هستش رو وارد میکنم خب اوکی رو میزنم یا چند لحظه ثبت میکنم تا اطلاعات مورد نیاز بین سرور نرم افزار و خود نرم افزار منتقل بشه یک صفحه به عنوان صفحه ای که میتونیم بگیم صفحه پنجره بکاپ هست برای ما باز میشه میگه قبل از اینکه شما بیایید و این عمل سینک کردن را انجام بدید ما پیشنهاد میدیم که از کتاب یک بکاپ بگیرید شما بر حسب انتخاب میتونید این کار رو انجام بدید همین حالا میتونید این کار رو انجام بدید با زدن گزینه ای است یا میتونید این کار رو انجام ندید و یه کلن این حالت رو کنسل بکنید من فعلا این کار رو نمیخوام انجام بدم و عبارت نو رو میزنم خب همونطور که میبینید توی این قسمت سندینگ آپدیت داره منت... به صورت نوار سبز رنگ در اومده و کار ارسال اطلاعات در حال انجام پس مشخص میشه که ما تونستیم به درستی بیایم و نرم افزار رو سینک بکنیم و چند لحظه بعد میتونیم اشتراک گذاری های مورد نیاز رو انجام بدیم پس در کل به این صورت ما میتونیم وارد حساب کاربری بشیم و یک حساب کاربری جدید ایجاد بکنیم و در ادامه قرار توضیحات در مورد این که چطور میتونیم این حالت رو انجام بدیم و این اشتراک گذاری رو داشته باشیم خدمتتون خواهیم داشت